امروز شاهد ادامه و گسترش فزاینده مسمومیت دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف و بر پایه تظاهرات با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور توسط دانش آموزان و والدین اونا بودیم. همراه هستیم با دکتر ولی افسری، عضو جامعه متخصصین ایرانی در آلمان. سلام میکنم خدمت شما دکتر افسری، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا برامون بگین امروز در کدام شهرها و مدارس شاهد مسموم کردن دانش آموزان دختر و همینطور اعتراض هموطنان بودیم و شعارها و خواسته اصلی اونها چی بود؟ با سلام به شما و تمام بینندگان عزیزتون و سلام میکنم به تمام قیام آفرینان در سراسر ایران. در جواب سوال شما باید بگویم که امروز در تهران و اردبیل، کرمانشاه خبرهایی که میرسه مدارس جدیدی تازه هستند مورد حمله همون مواد شیمیایی شدن، از جمله در تهران مدرسه دخترانه 13 بهمن و همچنین هاجر در تهران سر و در اردبیل مدرسه یاران هستش، افاف و یاران مورد حمله قرار گرفتن و تو کرمانشاه هم همچنین و به گفته یعنی در فضای مجازی گفته میشه 15 شهر در سراسر ایران مورد هجوم قرار گرفتن در روزهای گذشته و امروز همین که گفتم تو تهران بیشتر تو فضای مجازی گفته میشد و والدین فوری به مدرسه شتافتند و هیچ کسی متاسفانه هیچ کسی جوابگوی این عملیات، این جنایت نیستند و مؤاخذه نمیشن و خانواده هایی که رفتن برای جواب این سوال خودشون رو بگیرن و اعتراض کردن نه تنها جواب ندادن، یعنی تو هیچ کشوری همچین اتفاق نمیفته و اگر خدای نکرده بیفته، یک هزارم نمیفته، تمام مسئولان جوابگو هستن. هیچ نه تنها جوابگو نیستن بلکه نیروهای نظامی در لباس شخصی رو به سوی مدارس روانه می کنند و خانواده ها را تحت فشار شدید قرار می دهند و حتی اجازه ندارند که عکس از فرزندانشون از اون منطقه بگیرند و شعارهایی که تو امروز پخش شد از طرف دانشجویان اراذل و اوباشی که اونجا بودن می گفتن بیشرف بیشرف و شعارهایی که در عرض 6 ماه ما همیشه در سطح کشور شنیدیم با صدای بلند گفته شد، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک. بعد می‌گفتن بلای یا خامنه‌ای یا حکومت آدم کش نمی‌خوایم، حکومت بچه کش نمی‌خوایم. اینا شعارهایی بود که در طول این مدت 6 ماه ما شنیدیم، الان با صدای بلند از طرف خانواده‌ها و تمام مردمی که به حمایت از این خانواده برخواسته بودن شنیده می‌شد. بله خیلی ممنون. اگه موافق باشین تصاویری از مسمومیت دانش آموزان و اعتراضات اونها و والدینشون رو با هم ببینیم بعد ادامه بدیم سوالات. این توی مرسم بمب شیمیایی زدن دبستان دختران هاجر تهران سر. مدرسه دخترانه کرمانشاه شهید سپهر مهسا مسموم کردن بچه ها رو، نمیذارن بریم اونجا و فیلم بگیریم ازشون. اولیش صدای یه انفجار اومد، بعدش مدیر مدرسه از بلنگو اعلام کرد که حال بچه ها اینجوری شد و آمبولانس ها اومدن. مدیر باید این کارو چیز کنه، مدیر باید این کارو بکنه، مدیر باید صحبت کنه، مدیر باید یه ذره به خودتون نگاه کنه، چقدر شما ترسیده، 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 چقدر شما تر
تو مدیر نبوده. مدیر عمدن نبوده. خبر داره داره. خبر داشته. کار خودشونه. کار خودشونه. چرا معلم ها رو باید زودتر از در خوشی بفرستن؟ چرا؟ بر بر حکومت بچه کن. خب شاید گوشه ای از واکنش مردم نسبت به فاجعه‌ای که اتفاق افتاده بودیم. رژیم از ابتدای شروع این فاجعه واکنش‌های ضد و نقیضی کارگزارانش داشتن. این واکنش‌ها چیه؟ اگه میشه اینو برام توضیح بدید. بله خدمت شما عرض کنم. خب انتظار بیشتری از این نیست. ببین سه ماه این اتفاق داره افتاده، هنوزم بیشتر میشه. رژیم کاملا انکار میکرد. رژیم در این مورد اصلا در دروغ گفتن، فریبکاری، یعنی در سطح جهانی نمره 20 داره. یعنی هیچ حکومتی هم اینجور دروغ نمیگه. واقعا دروغ هایی که میگه اصلا غیر باوری، به عنوان یک انسان نمیشه باورش کنه. به طور مثال میزنم و وارد جواب سوال شما رو میرم. همین وزیر خارجهش که دو روز پیش به حقوق بشر رفته بود، شرکت کرده بود، ازش سوال کردن که چند نفر تو این قیام کشته؟ گفت یک نفرم کشته نشد. بی‌شرمی واقعا. آدم جواب واقعا آدم کلمه پیدا نمی‌کنه در مورد اینا. نمونه بارز اینا دروغ‌گویی‌هاش بمب گذاشتن تو امام رضا بود که به اون موقع به مجاهدین نسبت دادن، بعدا مشخص شد خودشون بودن. همون کشتار همون زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای بود. همون در این قیام اخیر همون شاهچراغ هم نمونهش بود که اصلا انکار کرد و یعنی اول گفت که خودش یعنی زیرپا انجام داد، ولی همه مردم یک وقتی شنیدن این خبر رو فوری گفتن که خود رژیمه. بعد جای دیگه یا هواپیمای اوکراینی بگیم، سه روز تمام مدت گفتش که اصلا امکان چیز نیست، کسی دیگه زده، آمریکا زده. ولی بعد از سه روز اونقدر فیلم بود که اومد اقرار کرد، اعتراف کرد خودش زده. حتی نمونه بارزش هم توی خانواده‌ای که بچه‌ش از دست داده بود برگشت گفته، یکی از سران این همان سپاه گفته بود که اگر این کار نمی‌کردیم باید این کار اتفاق می‌افتاد، اگر نمی‌کردیم با 10 میلیون ایرانی کشته می‌شد. ببین چه واقعا بی‌شرمیه. در مورد این مسائل چون اول نگفتن، ولی الان اونقدر این فاجعه اصلا برای مردم روشن شده، اونقدر ابعاد این فاجعه زیاد هست، به حدی زیاد شده که سران رژیم خودشون در مخمصه افتادن. یک افراد پایین تر از اون سران بالاشون فرستادن جهت در بردن این جنایت، از در بردن این افراد سران رژیم از این جنایت. از جمله چند تا من نمونهشو به شما میگم. یکی هستش که به اسم مجید منعمی، معاون سیاسی استانداری بروجرد گفته که یعنی اینو هفتم اسفند گفته بود. از دبیرستان دخترانه 15 خرداد بروجرد 107 دانش آموز به طور اوژانس اینا بستری شدن. و یا یونس پناهی، معاون وزارت بهداشت گفته یه دوست دارن و دوست داشتن که مدارس دخترانه بسته بشه، تعطیل بشه. یا نجف آبادی، عضو کمیسیون مجلس، الان ولی چون اونقدر ابعادش بیشتر شده اومده الان میگه نه عمدی نیست، چون اول شروع کردن این عمدی نیست، این یه اتفاق افتاده، باید ببینیم چی کار باید کرد، چه کسانی پشت این، الان میگن عمدیه. این هم این شخص نجف آبادی گفته هم در قم هم در بروجرد مسئله عمدی است. و فاطمه مقصودی، نماینده مجلس ارتجاع از بروجرد، گفته که شواهد و دوربین های مدار بسته نشون میدن که نه تنها طبیعی نیست بلکه عمدیه. و روزنامه حکومتی تابناک 6 اسفند چند روز پیش گفته که نسبت به از یعنی نوشته شبنامه های یک گروه به اسم فداییان ولایت
از روی اون گفته که این گروه میگه که دختران حق ندارن به مدرسه بروند و حرام است و ادامه رفتن دختران در حقیقت با محاربه با امام زمان هستش و اگر و تهدیدم کرده ببین تو یک کشور ببین یک گروهی میاد در سر که مگه میشه همچین اتفاقی بیفته میاد میگه که اگر این مدارس تعطیل نشه و دختران به مدارس برن به مدرسه ها برن یعنی با گسترش مسمومیت این بچه ها مواجه خواهد این دختران مواجه خواهد شد یعنی ببین اینقدر جنایت هستش که همچین راکسیون از خودشون نشونید. بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. در رابطه با موضوع مسمومیت دانش آموزان دختر گزارشی داریم از یک هموطن، اینو با هم بشنویم و بعد من سال آخر رو میپرسم ازتون. در مورد مسمومیت دانش آموزان وطنمون ایران باید گفت که این مسمومیت‌های سازمان یافته یکی از راه‌های کاربردی حکومت در تشویش اذهان عمومی و تمایل به سمت سوهای دیگر برای گذر از بحران سقوط است. این بحران سقوط دامنگیر رژیم شده و رژیم که فاقد هر گونه ارزش و مالکیت جزئی و کلی برای مردمش قائل نیست در هر شرایط و سمت سویی تلاش می کند تا به آرامترین روش و کشنده ترین روش و کاربردی ترین روش سمت سوهایی به سمت انحراف اذهان عمومی بکشونه و این مردم دلیر ایران، مردم خردمند و اونایی که در طبقاتی هستن که میتونن علیه این رژیم سازمان یافته و این حکومت و بینایی سازمان های حقوق بشری رو از اونا دور کنه، شنوایی رو از روی اونا ببنده و دست به کشتار جمعی بزنه، ارتباط بده با سیستم های جاسوسی غرب شرق. مسیری است برای متلاطم کردن خروش و تظاهرات و براندازی حکومت. این یک لایه جدید است و یک قشری که توانایی اون رو داره که ذهن مردم رو به بیراه بکشونه و باید در این مسیر روشنگری و پرسشگری بشه که آیا دلایل اصلی این هجمه علیه مردم چی هست و چگونه میتوان آن را کلن خونسا ساخت. بله با تشکر از هموطنمون که از شیراز این پیام برامون فرستادن. خب شما الان اشاره میکردین در حین پاسخ به سوال قبلی در مورد شبنامه‌ای که در سایت تابناک بود از یک گروهی، ولی به نظر شما چه کسانی پشت حمله به دانش آموزان دختر در مدارس هستند؟ هدفشون چیه و چه باید کرد در مقابل این کار؟ در جواب من خدمت شما عرض کنم که قسمت اولش رو فکر کنم از هر ایرانی بپرسیم، جوابش خیلی ساده است. یعنی در عرض 44 سال همه تجربه کردن، مخصوصا ما که در خارج از کشوریم، اینایی که هموطنام تو ایران دقیقا لمسش کرد، نمونهش رو بارزش گفتن. پشت یعنی خود خامنه ای، یعنی بیت خامنه ای و سپاه پاسداران و سران سرکوبگرش هستن. اینا پشت این قضیه هستن. همون که مثال قبلی گفتم، اینا بدون اجازه، اینا همچین اتفاق تو یک کشور مثل ایران امکان نداره بیفته. این یعنی همین که دوستمون همون هموطنمون گفتن یک پروژه امنیتی است. این رژیم همیشه به یه ترفندی احتیاج داره، به یه فاکتوری احتیاج داره که وقتی که گوشه رینگ از طرف مردم فشار و قصد زیاد میشه یا قیام ها گوشه رینگ میفته، باید یه چیزی در دستش باشه یه مردم رو از این بحرانی که گریبانگیرش، یعنی سرنگونی خودش رو مخصوصا تو این قیام اخیر سرنگونیش رو پیش چشم خودش میبینه چه اتفاقی داره میفته. تمام ریزشی ها، افراد ریزشیش خیلی زیاد شده، حتی سران بالای خودشون میان اقرار کردن یا اعتراف کردن که بله خیلی از سران بالایی که یک زمانی طرفدار خامنه‌ای یا خمینی بودن الان خودشون کنار کشیدن. یعنی اینا میخواد جلوی اینو از یه طرف بگیره و قیام اصلی
که در کف خیابان ها هر روز و هر روز با هر سرکوبی با سرکوب شدید نتوانسته، خودش اقرار میکنه تواصلی نتوانسته و صدای مردم از هر گوشه ایران هر روز شنیده میشه، میخواد به انحراف بکشونه. این دلیل اصلی این حکومت از همیشه هم بوده، ولی این دفعه از اون دفعات نیست. مردم از اون قسمت ترس رد شدن، از مرحله ترس رد شدن و اینا تا سرنگون، همون که شعاراش هم تو خیابان هست، این رژیم باید سرنگون بشه، سرنگون خواهد شد. ولی چه باید کرد؟ باید دو چیز هست. یکی هستش که به طور اوژانس، من به عنوان پزشک، به عنوان اوژانس باید جلو اینو گرفت. چجوری؟ یعنی فشار به جامعه، وضعیت به جامعه جهانی، به وزارت بهداشت جهانی و سیاستمداران جهانی، با نوشتن نامه، با رفتن ملاقات کردن، با پخش این نوارا، با این اخبار، باید وادار کنیم سازمان ملل رو یک اکیپ، همونطور که تو شورای اطلاعیه شورای ملی مقاومت هم اومده بود، یک هیئت بین المللی حقیقت یا باید ایران بره و کسانی که مجرم هم، که این کسانش که همون که گفتم خامنه ایه، اینا باید به محاکمه کشیده بشن. در قسمت دومش این اوژانسش بود، ولی سوال دوم چه باید کرد، قسمتش باید این رژیم سرنگون بشه. بدون سرنگونی این رژیم هر روز هر روز شاهد این قضایا هستیم، این جنایت ها هستیم و خواهیم هم بود. این آخرش نیست. من مطمئنم این رژیم دست به همه ترفندا خواهد زد که تو حکومت بمونه، ولی باید با سفت و محکم، ما که تو خارج هستیم، تو اینجا تمام سیاستمدار زیر فشار قرار بدیم، تمام اکسیون ها شرکت کنیم، تو همه جا باید حاضر شد و تو ایران هم مردم ایران و کانون های شورشی با رهبری زنان ایران. همینجا باید تکرار کنم که این رژیم از زنان ایران خیلی خورده، از دانش آموزان، از دبیرستانی ها خیلی خورده. خودش میبینه که همینطوری که سالیان پیش خانم رجبی گفت از جای ضربه خواهید دید که خودتون فکر نمیکنه، الان میبینه میخواد از این طریق جلوشو بگیره، ولی خیالی باطل بیش نیست. من مطمئنم که پیروزی از آن ملت ماست و آزادی به زودی به ایران خواهد رسید. بله، به امید اون روز. خیلی ممنونم از شما دکتر ولی افسری، عضو جامعه متخصصین ایرانی در آلمان، که در این گفتگو همراه ما بودین. خیلی ممنون و خدا نگهدار. منم از شما تشکر میکنم که منو به این برنامه دعوت کرده بودین. خدا نگهدار. خدا نگهدار.